بله دقیقاً. داستان چیه؟ تلویزیون هست امروز، بفرمایید. قطع کردن. تلویزیون هست امروز، بفرمایید. بله شما، من هستم. با نام پسر دیگه مولا حضرت عبدالرضا هستش. عبدالرضا رو گفتیم، یعنی چهار تا پسر، احمد رضا، محمود رضا، حمید رضا و عبدالرضا، این چهار تا. محمود رضا. بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. مرسی از اینفورمیشنتون، خیلی ممنونم. خداحافظ. نه خیلی کارو خوب کردین، لطف کردین. مرسی. خب بپردازیم به عروسی بعدی. بله امشب عروسی بچه ها. بله دوستان فصل عروسی آخه دیگه بچه ها، امشب فصل عروسی. بله از دیگر عروسی های زیبای تاریخ، دوشیزه ژاکلین لی بوویر است. او در 28 جولای 1929 در منطقه ساد هیمتون نیویورک در یک خانواده ثروتمند به دنیا آمد. او از کودکی بسیار باهوش و درس خوان و به اسب و اسب سواری نیز بسیار علاقمند بود. او تحصیلات دبیرستانی را در آمریکا و کالج و دانشگاه را در فرانسه گذراند و از سوربن پاریس فارغ التحصیل شد. سپس به آمریکا بازگشت و همچنان ادامه تحصیل داد تا آنکه در سال 1951 از دانشگاه جورج واشنگتن در واشنگتن دی سی در رشته هنر و ادبیات فرانسه لیسانس خود را گرفت. ژاکلین جوان بعد از اینکه فارغ التحصیل شد از دانشگاه به عنوان عکاس خبرنگار، این به به اینو نگاه کن چقدر زیباست، چقدر عروسیش ها. بله. لباس عروسیش بیوتیفول، تو رو نگاه چقدر زیبا، چقدر در عین سادگی ولی زیبا، چقدر زیباست. ببینی؟ بله. بس موی کوتاه برای عروسی چیز قشنگه. حالا این دفعه اگه من و شما خواستیم عروسی کنیم موی کوتاه حتما با این موی کوتاه. من که موقع عروسی من اصلا هدا جان برای عروسی نه جدی میگم، حالا تازگی البته بین بچه های جوان دختر خانم ها مد شده که موهای بلند که دارن زیر تور بلند همینطور میذارم باشه، کمون که من یکی دو تا عروسی در ماه گذشته رفتم هر جفتشون موها بلند بود، ولی به نظر من تمام زیبایی تور عروس و اون لباس عروس با موی جمع شده یا با موی کوتاست. بله. من خودم خیلی میپسندم این مسئله رو. بله. و عکس یک بله با بله. جان اف کندی مرحوم. بله بله و ببینین چقدر قشنگه، خیلی به هم می آمدن، خیلی زیاد خیلی زیاد. به هر حال ایشون به عنوان عکاس خبرنگار در مجله واشنگتن تایمز هرالد، به به اینجا رو نگاه ببینید، تو رو ببینید. بله خیلی قشنگه، یکم شبیه مال پرنس خانم پرنس دختر همین اخیرا که ازدواج کردن مال انگلستان، اسمش یک لحظه یادم رفت، کی. بله خب شبیه اونه نه؟ بله سادگی اونو داره دقیقا. برحال و در این هنگام با یک ستاک بروکر جوان و موفق به نام جان هاستت نامزد کرد، اما دوران نامزدی اونها 3 ماه بیشتر طول نکشید و جدا شدن. ایشون در این موقع به حزب دموکرات پیوست و چند هفته بعد در یک مهمانی رسمی شام که از طرف حزب دموکرات انجام شد با سناتور جوان آمریکایی جان فیتزجرالد کندی آشنا شد در ماه می 1952 و پس از 1 سال آشنایی و عشق در ماه جون 1953 با او نامزد کرد و 3 ماه بعد یعنی در تاریخ 12 لابد این 3 ماه که طول کشید نامزدیشون میخواست جهاز برای خودش رایی اینیزش به جهاز نداشت واقعا در تاریخ 12 سپتامبر سال 1953 با جان کندی جوان خوشتیپ ثروتمند و نامدار در کلیسای سنت مری واقع در منطقه نیوپورت ایالت رود آیلند به عقد و ازدواج او درآمد که حاصل آن ازدواج 2 فرزند آنان کارولین و جان بودند. خدا جان قبل از اینکه مطلب رو من ادامه بدم، من همیشه البته خب من زمانی که ازدواج کردم کوچیک بودم واقعا، ولی همیشه طرفدار
ژاکلین کندی بودم. یعنی خیلی دوستشون داشتم، هم شخصیتشون رو خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد همیشه هم فالو میکردم داستان زندگیشو، واقعا لباس پوشیدنشو، نوع رفتارشو، درس خوندنشو، سخنرانیایی که میذاشت و اینا. و عجیب همیشه من ایشونو مقایسه میکردم با شهبانو فرح و همیشه فکر میکردم اگر دو بانوی اول در دنیا وجود داره، یکی ژاکلین کندیه و یکم شهبانوی فرح. همیشه چون خب شهبانو فرح پهلوی هم بله اینجا اسب و اسب سواری که گفتیم، اونجا یک خانم خبرنگاری رفته به کاخ سفید و داره با ایشون، نه شهبانو هستن، بله بله شهبانو، شهبانو رو یه لحظه نشون دادن چون راجع به شهبانو صحبت کردیم. این فیلمو ممکنه یه ذره ببری عقبتر عزیزم. بله چون راجع به شهبانو صحبت کردیم. بله بله ایشون بله شهبانو رو باریکلو کیمیا جون چقدر اسمارتن، چقدر به موقع. بله به موقع با ژاکلین کندی هستن. بله بله میبینید، ببین و با شهبانو از ژاکلین کندی بلندتر بود. بله اینم تفلکی جانه. بله میبینید با اسبشون، شهبانو هم به اسب خیلی علاقه من بله. بودن و اسب و اسب سواری و خیلی کاراکترشون شبیه همه. هر جفتشون هم در پاریس از دانشگاه سوربن بله. فارغ التحصیل شدن. بله. خیلی جالبه زبان فرانسه هر جفتشون. بله میبینی حتی نوع لباس پوشیدنشون شبیه خیلی هم بود، رفتارشون خیلی خیلی بلند و لاغر. واقعا چه بانوهای برگزیده‌ای داشتی. واقعا اوکی خب خانم تلفن زنگ میزنه. خب تلفن من میگیرم و بقیه رو ادامه خواهیم بله. داد. تلویزیون عصر امروز بفرمایید. خانم خدا جانم بفرمایید عزیز. شما هستی؟ بله شما رو خط هستی. خانم هدا اینجا هست. من هدا، من که لباس زرد پوشیدم. هدا بفرمایید. خب جانم صدای رادیو خانم صحبت بکنید. زیر عرصشون نوشید خدا. من با ایشون میخواستم صحبت. بله همین ایشون هستن، هدا بله. هستن بفرم. صحبت کن. صدای تلویزیونتون رو کم بکنین لطفا. بیزن میخواستم بگم که اولا این سوال آخری نیست که جوابشو قبلا دارید میدید، بنابراین کسی جواب نمیتونه بده. و ثانیا صدای شما هم گاه کم میشه و زیاد میشه. این دوتا مطلب رعایت کنید. برام یک سوالی من میخواستم خودم طرح کنم که جوابشم نمیدونم. من سوال جالب هست بگید سوالتونو. حالا اگر فرصت بود حالا خب بگید، اگر نه تلفن میرم خدمتتون که بعدن. خب الان سوالتون الان بگید. سوالو تر کنین شما عزیز. بله الان شما سوالو تر کنین. تر کنم با کی؟ با شما؟ نه رو ایر تر کنین و جوابشو بدن. آخه سلفریزونتون کمی خود منم نمیدونه. خب از بیرندگان عزیز دعوت میکنم، دعوت تقاضا میکنیم که بگن. ممکنه هیچ کس ندونه خود من جز خودش چیزاش فراموش کردم. بعد گفتم اوکی من شما رو هولد میذارم، تلفنتون رو بدین و بعد ما با شما تماس میگیریم. رو هولد باشین لطفا. مرسی. بله ببینین این اشکال پیش میاد وقتی که تلفن میکنین و تلویزیونتون بازه، ما رو نمیشنوین دیگه، ما هم شما رو نمیشنویم. ایشون چهار دفعه گفتن که من میخوام با خانم هدا صحبت کنم و ما گفتیم من هستم و ایشون ما رو نشنیدن و اینکه تلویزیون بازه. نمبر وان. نمبر تو، ما که سوالاتمون رو مطرح کردیم، ژاکلین کندی جزء سوال نبود که حالا داریم میگیم ها. نه میگفتن من یک سوالی دارم میخوام طرح کنم. اول گفتن این سوالی که شما دارین طرح کردین که خودتون دارین جوابشو میگید. اول اینو گفتن. نه اون نیست. شاید من اشتباه کردم. اوکی. به هر حال خواهش می‌کنم وقتی خب. زنگ می‌زنین تلویزیونتون رو کم بکنید. جان کندی در سال 1961 به عنوان رئیس جمهور کاخ سفید به کاخ سفید راه یا و ژاکلین زیبا شد بانوی اول آمریکا. متاسفانه در 22 نوامبر سال 1963 جان اف کندی در اثر شلیک گلوله شخصی به نام آسوالد کشته شد. ژاکلین چند سال پس از آن با ثروتمند معروف یونانی اونانسیس ازدواج کرد که شوهر دومش نیز در سال 1975 بدرود حیات گفت و در نهایت خود ژاکلین کندی که یکی از زیباترین، خوشپوشترین و برازنده ترین بانوان آمریکایی بود، 19 ماه می سال 1994 در سن 64 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان در نیویورک چشم جهان فرو بست. ژاکلین را نه تنها آمریکاییان بلکه همه دنیا دوستش داشتند.
خب حالا میپردازیم به یک داستان عاشقانه دیگر، همون شاهزاده سوار بر اسب، یادتونه؟ بله. واقعا این شاهزاده جذاب، زیبا، پولدار و جوان، بله، عاشق این دختر خانم شد و این دختر خانم هنرپیشه سینما بود و بعد انقدر این آقای پادشاه عاشق ایشون شد که با علی رغم به هر حال بارز تشریفات و سنن درباری که یک پادشاه، یک شاهزاده نباید خارج از شأن خودش با شخص دیگری ازدواج کنه، بله، با ایشون ازدواج کرد و خب ایشون هم وقتی که ازدواج کردن با ایشون تجربه اولشون نبود و قبلا هم بویفرند داشتن. به هر حال این مسائل هست تو خانواده های اشرافی و به خصوص پادشاهی. حالا میخوان اینم به مسابقه بذاریم یا آهنگ پخش کنیم؟ یا آهنگ پخش کنیم؟ یا آهنگ پخش کنیم؟ بله، همه با هم قاطی نشه، یا آهنگ پخش کنیم؟ یکی از موزیک ویدیوهای قشنگ رو به سلیقه خودت کیمیا جون بذارین که ما هم لذتشو ببریم. مرسی عزیزم. Oh,